المپیاد جهانی شطرنج با پیروزی تیم ایران آغاز شد. خانم ها و آقایان، خوش اومدید به کانال لذت شطرنج. امروز میخوام ببرمتون به شهر بوداپست، جایی که مسابقه تیمی شطرنج جهان آغاز شده. همه کشورها تیمای خودشون رو فرستادن، البته غیر از روسیه که نمیتونه توی مسابقات شرکت کنه و تیم قدرتمند ایران هم حضور داره. در تیم ایران ابر استاد بزرگ پرهام مقصودلو، ابر استاد بزرگ محمد امین طباطبایی، استاد بزرگ بردیا دانشور، استاد بزرگ پویا ایدنی و استاد بزرگ سینا موحد حضور دارند که در دور اول استاد بزرگ ابر استاد بزرگ محمد امین طباطبایی راند اول رو بازی نکرد و چهار میز دیگه بازی کردن. یکم هم اول باید این رو خدمتتون عرض کنم که من این ویدیو رو یکم با تاخیر میذارم نسبت به بازی‌ها، شاید دیده باشین قبلا. امروز واقعا از لحاظ حس و حال و انرژی اصلا نمیتونستم ویدیو بذارم و تنها دلیلی که اومدم این ویدیو رو گذاشتم این بود که بعضی از دوستان خیلی به من محبت دارن و همیشه برای من پیام میذارن که ما نمیدونم به ویدیوهای تو معتاد شدیم، حتما بیا هر روز ویدیو بذار و چی چی چی. خلاصه من وظیفه خودم دونستم که بیام ویدیو رو بذارم، وگرنه واقعا شرایط ویدیو گذاشتن اصلا ندارم الان. ولی خب بریم، بالاخره تیم ایران هم پیروز شده، بریم بازی‌ها رو با هم دیگه ببینیم. پرهام مقصودلو، امشب فقط همین بازی رو براتون میذارم، حالا اگه فردا اوضاع بهتر بود بازی های بردیا و سایر عزیزان رو هم براتون میذارم. پرهام مقصودلو در راند اول مقابل تیم مالزی بازی داشتیم که قوی ترین بازیکنشون کاندیدای استادی با ریتینگ 2322، تیم چندان قدرتمندی نیست. تیم ایران در پله دهم مسابقات و یعنی رنگ اولیش رنگ دهمه و تیم قدرتمندیه برای کسب مدال اومده و بریم ببینیم چجور شروع میشه و پرهام مقصودلو در گام اول چگونه بازی میکنه. بازی رو پرهام خیلی وقت هم ازش بازی ندیدیم. باز پرهام عزیز دست به مورا شد، اسب F3 G3 D4 و حریف حرکت اسب D7 رو بازی کرد، حرکتی که یه جورایی نشون میده که حریف تدارکات بسیار خوبی رو داره. این حرکت معمولا با اسب B6 ادامه پیدا خواهد کرد. منظور این نیست که حرکت خیلی خوبیه، ولی خب وقتی بازیکن این رو بازی میکنه معمولا با تدارکات کامل میاد و یکم شاید کار رو برای پرهام سخت کنه. اسب F6 فیل جی رو میبینید که سیاه داره کاملا با سرعت بازی میکنه، 131 دقیقه وقت داره. A4 پرهام با ایده A5 پرهام میبینید که هر حرکت رو داره یکم فکر میکنه و شاید برای این شروع بازی آماده نبوده. B3 هم خونه C4 رو کنترل میکنه، هم فیل میخواد وارد خونه های A3 و شاید B2 بشه. فیل G7 فیل A3 فیل میاد توی این قطر قرار میگیره. باز هم میبینید که سیاه داره با تمام سرعت و پرهام با تأمل بازی میکنه. قله و حرکت قلعه هم از سمت پرهام، حرکت C6 سیاه، همه چیز با سرعت و H3. اینجا قشنگ معلومه که سیاه هنوز در دایره تدارکاتی خودشه، حداقل این وضعیت ها رو قبلا کامل آنالیز کرده و بررسی های خودش رو داره، ولی خب پرهام داره پشت میز بازی میکنه. رخ E8 یه دو سه دقیقه فکر میکنه و حرکت E3 از سمت پرهام اینجا داره خب فکر میکنه که من به یه وضعیتی برسم که قابل بازی باشه مقابل حریفی که خب بالاخره 400 تا ریتینگش از من کمتره و بتونم یه چیزی برسم که قابل بازی باشه و مساوی تئوریک نشه. اینجا حریف اختلاف سطحش رو نشون میده. حرکت فیل F5 رو بازی میکنه که ظاهرا خیلی حرکت خوبیه، آخرین مهره هم گسترش پیدا میکنه و همه چیز اوکی میشه. اما حرکت درست اینجا این حرکت نبودش. دو تا طرح برای سیاه وجود داره. طرح اصلی از D7 با ایده E5، حالا با مثلا ساپورت وزیر C7 و بعد E5، یعنی اسب رو برگردیم بعد E5 کنیم. اسب D7 اگر اسبش رو برداشت سفید سیاه میتونه B5 بازی کنه. اسب E2 بعضی وقتا بازی میشه که جلوی E5 رو بگیره. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، ولی خب خلاصه این یک طرح بود. طرح دیگه میتونست اسب E4 باشه با پشتیبانی F6 E5. خلاصه طرح E5 باید در مرکز اجرا میشد. اما فیل F5 حرکتی که ظاهرش خیلی قشنگه، ولی پرهام حرکت قدرتمند رخ C1 رو بازی میکنه، پیاده رو حمایت میکنه، شاید در آینده بخواد اسبش رو برداره C4 چیزی بازی کنه یا نه فعلا از پیادهش حمایت کنه، حالا بعدا متوجه میشیم. اسب E4 و پرهام اسبش رو به E2 برمیداره، نشون میده که نمیخواد تعویض ها صورت بگیرن. سیاه حالا مهره ها تا اینجا رو بازی کردی، از اینجا به بعد میخواد چیکار کنی؟ مسئله اینه تو این وضعیت ها اونی که پیس پلیش، بازی با سوارهاش، تحریزی های کوتاه مدت و بلند مدتش بهتر باشه، بهتر میتونه موفق باشه. ساختار تقریبا مثل همه و هر دو بازیکن به وضعیت خوبی رسیدن، اما اینکه بتونی از اینجا به بعدش رو هندل کنی، وضعیت مورایسی هم میگم قشنگه ولی ادامه ای نداره برای بازی. و سفید اینجا سیاه حرکت دست 6 رو بازی میکنه، میخواد جلوی 3-4 رو بگیره احتمالاً و حالا پرهام اسبش رو میذاره D2، میخواد در انجام 3-4 مصر.
سیاه میگم کلا اینجا گیت شده، شاید باید E5 رو بازی میکرد، بعد زدن زدن 3-4 سفید یه برتری مختصری میگرفت، ولی خب سیاه بازم بر میگرده و امید این که پرهام برگرده، ولی خب پرهام بر نمیگرده. از تایی چهار میزن F3 میگه برو عقب و حالا E4. این بار دیگه 3-4 نمیکنم، با E4 ادامه میدم و سفید به مرکز خوبش رسید. همه اینها از اون فیل 5 به نظر من آغاز شد، یعنی فرق دو بازیکن اینجا بود. سیاه تا اینجا رو تئوری اومد و اینجا فیل 5 حرکتی که شاید منم بازی میکردم، حرکتی که ظاهرش خیلی خوبه ولی باطنش هیچ چی نیستش، به درد نخور و حرکت است. باید طرح بازی کنی به جای حرکت قشنگ، خیلی مهمتره. است هفت حرکت با طرحی بود فیل 5. حالا پرهام طرح داره، رخصه یک حرکت قشنگی نیست ولی با طرح بازی کرده. اسب 4 اسب میاد توی ای2 و مهرهای سیاه احمقانه دارن جلوه میکنن. حرکت 3-4 داره میاد، سیاه جلوشو میگیره ولی خب پرهام اصرار میکنه و اینجا این کار رو اصرار، در نتیجه سفید به وضعیت خوب به خودش میرسه. از اینجا به بعد دیگه تبدیل برتری به برده، پرهام به سادگی رخش رو میذاره D1. G4 انجین خیلی دوستش نداره ولی حرکت خوبیه، حرکت خوبی. حالا انجین میگه سریع تر اینجا E5 رو بازی کن، برتری خوب میگیری. ولی خب G4 هم حرکت خوبیه، مشکلی نداره. حالا وزیر C7 رو اینجا پیشنهاد میده، بعد از فیل B2 سفید کماکان برتری خیلی خوبی رو داره. وزیر D7 و حالا وزیر C3 یه فشاری رو روی این پیاده نگه میداره و شاید حالا از خط چیزی هم خارج شده پرهام و یه جورایی هم داره پیغام E5 رو مخابره میکنه. E5 یه آدم میخواد کلمات قلم به سلم به بگه، یه جاهایی اشتباه هم میگه دیگه. E5 حالا یه حرکت E5 فضای بیشتر در مرکز. دقت کنید این فیله از اول بازی نمیدونه چی کار کنه. اسبم تو B6 کلن هیچ کاری نمیکنه، یعنی هیچ کاری نمیکنه تو جریان این بازی. F5 باید خیلی سریعتر به جریان بازی برش میگردن. وزیر ایه که پرهام شاید میخواد انتقال وزیر بده به سمت جناح شاه، E6 و H4. اینها رو شما باید بیشتر توی بازی بهش دقت کنید که بازیکن چه جوری با چه طرحهایی به این وضعیت رسید. حالا شاید برای بعضیا جاهای دیگه بازی مثلا میریم جلو قشنگتر باشه که قطعا میتونه، بازم ببینید تعویض نمیکنه پرهام. شاید بگین خب اگه میزد توی فیل خونهای سیاه رنگ ضعیف میشد، ولی به این نتیجه میرسه که مورای سیاه جا ندارن برن بندای خدا، من چرا از بازی بندازمشون بیرون، موره من جا داره بیاد. حالا با ادامه بعدی میبینیم، ادامه بازی میبینیم. امروز اصلا کلا خیلی خوبن. فیل G7 نمیدونه باید چیکار کنه. وزیر میذاره G3، پرهام میزنه توی اچ 5 میگه اینم بزن، حالا من یه پیاده ازت بگیرم، ولی میگه زهی خیال خام داشته، هنوز خیلی خامی نسبت به ما. رخ در F7 قربانی تفاوت از سمت پرهام و رخ F1 کیش، یک قربانی بسیار زیبا. بعد از اینکه شاه رفت اینجا، حالا جه در H5 میزنه، تهدید H6. اگه بتونم یه شورت ویدیو از این قربانی پرهام براتون بعدم میسازم. اگه H6 داره میاد چیکار کنه؟ شاه میذاره H8، ولی خب بازم فیل G5 باید تکون بدی. حالا اون فیل ما رو نگاه کنید و فیل حریف رو. فیل تکون بخوره، فیل F6 ماته، چیکار کنه؟ میزنه تو این که اگه فیل H6 کیش دارید بزنید، ولی خب اینو میزنه رخ G8، فیل برمیگرده، بازم میخواد بره اینجا. این اسب اینجا گیر کرد، یعنی از حرکت سوم چهارم که رفت اونجا گیر کرد، رخ در فش و حالا اسب F4. به اینم قناعت نمیکنه، البته قناعت که چه ارز کنه، اگه بیای میزنه و حالا سفید یه سوار جلوه، بالاخره میتونست اینجوری هم بازی کنه، ولی خب چرا میگه چرا وارد آخر بازی بشیم وقتی میتونیم همینجا ماتش کنیم. وزیر G7 رو نمیفهمم بنده خدا دیگه، اینجا داره چرت و پرت بازی میکنه و اینجا مات میشه. پرهام عزیز تونست این بازی رو ببره. من نتایج رو بهتون میگم، حالا فردا هم باز میگم اگه تونستم بازی های بردیا و پویا رو براتون میذارم. ایالات متحده آمریکا تونست بازی دور اول رو 3.5 ببره. جالب اینجا که کاروانا اونجا بازی نکرد و اکثر تیم ها یکی از میزهای قدرتمندشون رو استراحت گذاشته بودن، مثلا آمریکا میز 1ش، یعنی کاروانا بازی نکرد و وسلیسو تو میز 1 مساوی کرد مقابل 1376 از پاناما، یک استاد بین المللی. 3.5 برد. مجارستان 4-0 برده. مجارستان تیم دو جدول نیستش، حالا سایت chess.com به این شکل زده تیم دوم جدول نیستش. هند تیم دوم جدوله، تونست 4-0 ببره و تیم بسیار قدرتمندی رو داره. چین 4-0 برد، دینگلیرن استراحت کرد امروز رو. ازبکستان قهرمان دوره قبلی 3.5 برد، نودیر به کیاکوبوف مساوی کرد در میز دوم. هلند 4-0 برد. بازی آنیشگیری که برد خیلی آموزنده است، شاید اگه البته بازی آموزنده رو که ما میذاریم خیلی ویو نمیخوره واقعیتش، مثلا بازی کارلسن رو گذاشتم راجع به دفاعش و قربانی تفاوتش خیلی ویو آنچنانی نخورده واقعا، ولی حالا اگه بتونم شاید بذارم براتون. کره هم که تیم قدرتمندی نداره، نروژ 3.5 برد، کارلسن استراحت کرد دور اول رو و
آریان تاری عزیز مساوی کرد بازی دور اولش رو. بازیکن بالاخره قدرت آی ام 2251 که شاید بتونه مساوی بگیره. آلمان هم که تیم قدرتمندیه، 3.5 برده میز یکش مساوی کرد، دونچنکو مساوی کرد. و چین تایپه 3.5 به انگلستان باخت. ایران هم میبینیم که 3.5 مالزی رو برد. سینا موحد در میز آخر مساوی کرد مقابل 1900 که واقعا خیلی خوب بازی کرد بازی کنه. حالا اون بازی رو احتمالا براتون نخواهم چید، خودتون میتونید از سایت chess.com نگاه کنید. ولی سینا شاید انتخاب شروع بازیش خوب نبود و بعد از اون نتونست دیگه اصلا شانسی برای برد کسب کنه. ولی خب 3.5 هم نتیجه خوبیه. بردیا و پویا بردهای ارزشمندی رو کسب کردن، دمشون گرم. از فردا بازی ها بسیار بسیار حساس تر خواهد شد. حالا من دیگه نمیچینم براتون. لهستان هم که تیم قدرتمندی رو داره، دودا دور اول بازی نکرد و چاریچ با وجود اینکه دودا هم بازی نکرد بردن. راند یک فعلا داشتیم، راند دو فعلا چیزش نیومده روی برد. و حالا من نتایج بانوان و اینها رو شاید فردا در ویدیو جداگونه براتون ضبط کنم. خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو رو اومدین. بالاخره منم خیلی انرژی نداشتم، ولی خب تا جایی که تونستم مفاهیم اصلی بازی رو بتونم بهتون انتقال بدم. چی شد که پرهام تونست ببره، چه خبره توی المپیاد جهانی شطرنج؟ چون میدونم بعضیاتون فقط از کانال ما نگاه میکنید بازی ها رو. البته پیشنهاد میکنم که اگر یوتیوبرهای دیگه هم گذاشتن شما میتونید باز نگاه کنید. ولی در هر صورت دمتون خیلی گرمه، امیدوارم این بتونم مسابقات رو، شرایطم یه جوری باشه که واقعا بتونم تا آخر این مسابقات المپیاد حداقل براتون گزارش کنم، تفسیر کنم تا اونجایی که بلدم. البته با امید موفقیت این بچه ها و اینکه تیم ایران امسال بتونه رتبه بسیار خوبی رو، حتی بلکه قهرمانی. به نظر شما تیم ایران چندم خواهد شد در این مسابقه؟ نظر خودتون رو بنویسید، اینجوری هم نشون میدید که تا انتهای ویدیو اومدید. از شطرنج و زندگی لذت ببرید.